درود به شما براندازهای عزیز. تابو شکنی و شجاعت زنان ایرانی برای رهایی از قوانین زن ستیزانه رژیم همچنان با قدرت ادامه داره. بگردید خانم، هیچ مهم نیست، اشکال نداره. باشه 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 باشه، شما اجازه ندین اینجوری بیای بیرون. باشه، شما قرار نیست هرجوری دوست داری بیای بیرون که. باشه، حل خانم بشه، حل. هیچ کس هم ربطی نداره. حله. شما به پول بیت المال دست حله. درازی میکنید. حله. هر غلطی دلتون میخواد. حله خانم، حله. خجالت بکشون قیافت خاک بر سرت کنن. خاک تو سرت کنن. برید خانم. یا بیشتر فیلمه. برید برید. آها. برید. رژیم نالایق آخوندی هر چقدر که در ساختن و آباد کردن بی‌لیاقته، به همون اندازه استاد تخریبه. این شما و این شاهکار جدید شهرداری تهران. الله اکبر، الله اکبر، اللهم صل علی محمد و آله. خبرهایی منتشر شده که حال جسمی بانو فاطمه سپهری در زندان وخیمه و نیاز فوری به درمان داره. ازتون میخوام تا این زن شجاع ایرانی رو فراموش نکنید و از هر راهی که میتونید ازش حمایت کنید. ملت ایران بیدار شید. نونمون رو بردن، ناموسمون رو بردن، وطنمون رو بردن، اعتبارمون رو بردن، امنیتمون رو بردن، جان عزیزانمون رو گرفتن. الان ما برای چی واستادیم؟ منتظر چی هستیم؟ چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که نیفتاده؟ بعد از موج اول انقلاب زن زندگی آزادی، رژیم حتی از کلمه آزادی هم وحشت داره. علی موسوی با انتشار تصاویر تغییر نام بلوار آزادی به قدس نوشت: چه گویم که ناگفتنم بهتر است. طی مراسمی در شیراز بلوار آزادی به قدس تغییر نام یافت. اما شاهزاده رضا پهلوی از همه مردم ایران خواست تا با نزدیک شدن به سالروز زنده یاد مهسا امینی برای اعتراضات به خیابون‌ها برگردن و موج دوم انقلاب رو آغاز کنند. پیغام من به همیهنانم این استش که علی‌رغم تمام مشکلات، تمام سرکوب‌ها، تمام خشونت‌ها، تمام تهدیدها، تمام تحقیرها، بدونن که این سنگری است که نباید رها کرد و باید خیابون‌ها رو نگه دارن، چون بالاخره اون زمان خواهد رسید برای تغییر. و چیزی که من به خصوص در نسل امروز می‌بینم استقامتشونه در مقابل تمام این تهدیدها، و این بزرگترین ضربه است به خود این نظام که همیشه سعی کرده روحیه رو از بین ببره، خرد بکنه، و خوشبختانه مقاومت رو در همیهنان هم می‌بینم. و بنابراین این سالگرد بسیار مسئله مهمی است که به خودمون و به جهانیان ثابت کنیم که مردم ایران کجا وایستاده. اما از امروز صبح کلیپی از سیلی زدن یه تبعه افغانستانی به صورت یه دختر ایرانی خشم ملت ایران رو برانگیخته. لباس چه کشیدی؟ لباسش رو من مردم اینجا مادره رو داره میزنه؟ مستا اینجا چیزی که من میتونم بگم اینه که باید یقه رژیمی رو بگیریم که باعث این وضعیت شده. رژیمی که برای سرکوب مردم ایران اسلحه میده دست فاطمیون افغانستان، حزب الله لبنان و نیروهای هشت و شبی عامل اصلی به وجود اومدن این وضعیت در ایرانه. اما یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در واکنش به توهین خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به فوتبالیست‌های ایرانی حمله تند و بی‌سابقه ای رو به خط سرخ‌های رژیم انجام داد. گل محمدی بعد از تهدید سپاه به سبک علی کریمی به راهپیمایی اربعین هم حمله کرد. این مصاحبه تاریخی و جنجالی گل محمدی رو که میتونه آغاز یه اختلاف بزرگ بین این مربی محبوب و رژیم باشه با هم میبینیم. نگاهی که بالاخره تو کشورهای عربی نسبت به فوتبال هست با نگاهی که ما به فوتبال داریم و مدیرای ما دارن خیلی متفاوت. اونا به فوتبال به عنوان یه صنعت نگاه میکنن، به عنوان یک پدیده اجتماعی که باعث نشاط و شادی و باعث ایجاد انگیزه تو جوانانشون میشه، این شکلی نگاه میکنن. ولی ما نگاهمون یه نگاه گذراست، یه نگاهیه که از بالا به پایینه، و یه نگاهی داریم که منت میذاریم سر فوتبالیستا و ورزشکارا که
شما پول زیاد میگیرین. یه همچین نگاهی تو فوتبال ما متاسفانه وجود داره. مثل اینکه چند وقت پیش هم یکی از این رسانه‌ها راجع به فوتبالیستا و باشگاه پرسپولیس استقلال یه کلمات زشت و زننده مثل مفتخور و نمیدونم از مال بیت المال میخوره اینا، ما نگاه اینجوری داریم متاسفانه. و اینا آدم هایی که آدرس اشتباهی میدن و نگاه رو و توجه رو میخوان به فوتبال جلب کنن که از نگاه منفی به فوتبال نگاه کنن. و فوتبالیستا ورزشکار رو نون بازوشون رو میخورن، نون حلال میخورن. سخت ترین کار تو فوتبال، توی ورزش، توی جامعه ما این فوتبال بازی کردن، چون یه هنره. شما که میگم اونی که نوشته، اگه تونستید 10 دقیقه فقط تمرین کنید با این شدتی که بازیکن‌ها انجام میدن، اگه تونستید 10 دقیقه دووم بیاری، تحمل کنی، بعد برو مطلب بنویس. شما اصلا حق نداری به فوتبالیستا توهین کنی. و من انتظارم از رئیس فدراسیون آقای تاج، آقای نبی، آقای قنبرزاده، آقای کشوری فر، بیاین از حق فوتبالیستا و فوتبال باید دفاع کنید. مدیران باشگاه، مربی ها، فوتبالیستا، از حقتون دفاع کنید. الان این حرفا رو میزنن، فردا پس فردا میان یه چیز دیگه میگن، یه انگ دیگه بهتون میچسبن. اجازه نده هر کسی به خودش اجازه بده که راجب فوتبال اینجوری بخواد نظر بده. شما متولی، شما باید از حق فوتبالیستا و فوتبال دفاع کنیم. میز و صندلی و این چیزا مدتشو ول کن، خدمتشو نگاه کن، ببین چقدر میتونی خدمت کنی. نباید اجازه بدین هر کسی به خودش این اجازه رو بده که بیاد راجع به فوتبال و فوتبالیستا اینجوری بخواد صحبت کنه و بی ادبانه با ادبیات خیلی زشت. این واقعا حق فوتبالیستا نیست. اونی که داره فوتبال بازی میکنه با سختی به اینجا رسیده. ما مفتخور نیستیم. مفتخور اونایی هن که الان تو کانادا، آمریکا، اروپا دارن زندگی میکنن، از منابع و ثروت این مردم دزدیدن اونجا هن. اونا مفتخورن. برید راجع به اونا بنویسید. آدرس اشتباهی به مردم ندید لطفا. ماها نون حلال داریم میبریم سر سفره زن و بچه‌مون. هر کدوم از ما 3 تا 4 تا خانواده رو داریم نون میدیم و حمایت میکنیم. لطفاً راجع به فوتبال اینجوری ننویسید و همه اهالی فوتبال باید متوجه باشن که اینا میخوان ریشه فوتبال رو بزنن، اینا میخوان نشاط و شادی رو از جوونا، از مردم بگیرن. دوست دارن که همه مردم ناراحت باشن، گریه کنن. اونا همون آدم هایی هست. نه، اجازه ندیم راجع به فوتبال و فوتبالیستا و جامعه فوتبال به این راحتی صحبت کنن. از همه اونایی که دستاندرکارن گفتن، فدراسیون، مدیران باشگاه، شما حرف بزنید. برای چی از حق فوتبالیستا دفاع نمیکن؟ خود مربی ها، فوتبالیستا، بیاین حرف بزنید. نشینی هر بلایی بخوان سر شما در بیارن. من واقعا تأسف خوردم وقتی داشتم مطلب رو میخوندم. واقعا عصبانی شدستم. اگه جلوم بود میدونستم کی داره این حرف رو میزنه، واقعا برخورده بدی باش میتونم. اصلا حق نداری راجع به فوتبالیستا اینجوری فکر کنی و مطلب بنویسی. حواستون رو جمع کنید.